سلام، من هر از گاهی میشینم رو قالب اهورا یه طرحی رو پیاده میکنم. خیلی از این دموهای پیش ساخته ای که میبینین رو قالب وردپرس اهورا هست و خب بچهای تیم زحمتاش رو میکشن. یه چند تایش هم هست که کار خودمه، یعنی وقتی بیکار میشم حوصله‌ام سر میره، شده دفتر نقاشیمون دیگه، المنتور و قالب اهورا رو باز میکنم و یه طرحی پیاده میکنم، یه سایتی رو طراحی میکنم و میذارم تو لیست دموهای اهورا. انصافا بدم نمیشه وقتی خودم میبینم، لذت میبرم ازش. گفتم خب من که دارم این کار رو انجام میدم، چرا نیام ازش ویدیو ضبط کنم؟ از فرایند ساخت یه قالب آماده ای که دارم طراحی میکنم، یه صفحه که دارم با المنتور و اهورا دیزاین میکنم، فیلم بگیرم، ویدیو بگیرم، همزمان بهتون آموزشم بدم چطور میشه با اهورا مثلا این طرح رو زد. خب یه نظرسنجی هم تو اینستاگرام گذاشتم چند هفته پیش، خیلی از دوستان لطف داشتن توی نظرسنجی شرکت کردن و گفتن آره مشتاقیم که این کار رو انجام بدیم. حالا امروز میخوایم توی این ویدیو با همدیگه این سایت رو طراحی بکنیم. میخوایم با همدیگه ببینیم چطور میشه این سایت رو، این طرح رو با استفاده از وردپرس، قالب وردپرس اهورا و پلاگین المنتور طراحی کرد. قبل از اینکه استارت ویدیو رو بزنیم، اگر نمیدونید وردپرس چیه، المنتور چیه یا قالب وردپرس اهورا چیه، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید. تو این ویدیو کامل بهتون توضیح دادم که چطور میتونید سایت خودتون رو بسازین با وردپرس، قالب وردپرس اهورا و المنتور. بعد برگردین سراغ این ویدیو، تو این ویدیو کامل میریم تو دل المنتور و وردپرس، یه صفحه کاملا اختصاصی با هم دیگه طراحی میکنیم که مناسبه برای یه وبسایت مشاوره خدمات مالی، خدمات مشاوره مالی. ولی شما میتونید تر دلخواه خودتون رو بزنید، فرق زیادی نمیکنه. مهم اینه که یاد بگیرین و ماهیگیری رو یاد بگیرین در اصل، نه ماهی رو. یعنی ماهی من آماده به شما ندم، ماهیگیری رو بهتون یاد بدم. این ویدیو هم یه جورای دلیه دیگه. حالا اگر دیدین ویدیو خوبیه، یعنی بهتون چیزی اضافه کرد، چیزی یاد داد، حتما کامنت کنید. تو کامنت ها بگین که طرحهای بعدی هم که دارم میزنم براتون ویدیو ضبط کنم. اگرم میدونین باز مفید نیست و بهتر مثلا به جای این ویدیو به یه چیز دیگه ای بپردازیم، بازم خوبه که تو کامنت ها بهم بگین و دیگه لایک و سابسکرایب و کامنت و اینا رو که خودتون میدونین دیگه. بریم سراغ ویدیو ببینیم چطور میشه با استفاده از قدرت وردپرس و المنتور یه سایت بدون نیاز به یک خط برنامه نویسی طراحی کرد. بسیار خوب، اینجا ما یه وبسایت وردپرسی داریم که قالب وردپرس اهورا روش نصب شده. من یه وبسایت کاملا خام دارم، میخوام با این وبسایت خامی که دارم با استفاده از المنتور و قابلیت هایی که قالب وردپرس اهورا بهمون میده یه صفحه برای سایتمون طراحی کنم، از 0 تا 100، یعنی از طراحی هدر گرفته تا فوتر و وسط صفحه و صفحه اصلی و خلاصه هر چیزی که یه وبسایت نیاز داره. خب از طرف دیگه من این بر تو مانیتور دومم یه سری اسست ها، یه سری تصاویر و فایل های گرافیکی و اینایی که از قبل آماده کردم برای طراحی این صفحه هم دارم. یعنی دیگه نیاز نیست بگردیم حالا دنبال تصویر و بگیم مثلا اینجا باید چه آیکونی بذاریم. پیشنهاد میکنم شما هم این کارو بکنید، یعنی قبل از اینکه ادامه ویدیو داشته باشین تو گوگل سرچ کنید اون تصاویر، اون عکس ها، اون فایل های گرافیکی که میخواین تو طرحتون استفاده بکنین رو داشته باشین. ممکنه یه جاهایی هم تو این آموزش در واقع من فراموش کنم یه سری نکات خیلی ریز رو بهتون بگم، از این بابت عذرخواهی میکنم قبل از هر چیزی و سعی میکنم تمام کارهایی که دارم انجام میدم و بهتون توضیح بدم که چون و چند ماجرا چیه. خب اولین کاری که باید انجام بدیم چیه؟ اینکه قالبمون رو آماده بکنیم برای طراحی صفحه‌مون. از قسمت تازه برگه باید یه برگه جدید بسازم دیگه، طبیعتاً اسم برگه مثلا باشه خانه. خب انتشار رو میزنم، قبل از اینکه انتشار بزنم قالب این صفحه‌مون باید روی بدون ساید بار یا رو تمام عرض المنتور یا روی صفحه ساز باشه، تفاوت زیادی نمیکنه. مثلا من تمام عرض المنتور رو انتخاب میکنم. حالا اگه نمایش برگه رو بزنم، ما اینجا یه برگه‌ای داریم که خامه، این وسط میتونیم با المنتور هر چیزی رو میخوایم قرار بدیم. اما قبل از اینکه باز ادامه بدیم میرم تو پیشخوان وردپرس، تو قسمت تنظیمات خواندن، اینجا یک برگه یک تا از پایین برگزینیت رو میزنم و صفحه اصلیمو قرار میدم اون صفحه‌ای که انتخاب کردم، یعنی خانه.
الان صفحه اصلی سایت ما شد اون برگه ای که ما ساختیم. حالا کافیه رو ویرایش برگه بزنم و میتونم صفحه‌مو به اون شکلی که میخوام با استفاده از المنتور ادیت بکنم. پس ویرایش با المنتور رو میزنم و اینجا میتونم با المنتور و هر شکلی که میخوام صفحه‌مو در واقع ایجاد بکنم. یه خطایی داد، میگه کیت بسازید. ساخت مجدد کیت رو میزنیم. بازسازی فایل ها، ساخت مجدد کیت و ذخیره تغییرات. یه پیغامیه که اگه المنتور بهتون داد بهتره این کار رو انجام بدیم. بسیار عالی. من اینجا مثلا یه دونه ردیف میسازم، یه دونه تیترم فعلا همینجوری اضافه میکنم، ولی کار خاصی باش ندارم و به روز ثانیه میزنم. خب برمیگردیم مشاهده برگه. ما قبل از اینکه این فضای وسط صفحمون رو طراحی بکنیم باید هدر سایتمون رو طراحی کنیم دیگه. یعنی باید بریم با استفاده از المنتور هدر سایتمون رو بسازیم. اینم باز بستگی داره به اینکه قالب شما این قابلیت رو دارد یا خیر. احتمال زیاد قالبتون داره، اگه قالب اهوراست که 100% اینو داره. خب ولی باز قبل از اینکه هدر رو هم طراحی بکنیم یه کار دیگه باید انجام بدیم. اون کار چیه؟ باید بریم تو ویرایش با المنتور تنظیمات سایت رو بزنیم، یه سری تنظیمات پیش‌فرض برای المنتور مشخص کنیم. خب اولین چیزی که باید مشخص کنیم چند تا رنگ تو قسمت رنگ‌های عمومی برای سایتمون باید مشخص کنیم. ببینیم معمولاً هر سایتی که ما می‌خوایم طراحی بکنیم توش یه رنگ‌بندی‌هایی رو حالا استفاده می‌کنیم دیگه. یه رنگ سازمانی معمولاً ما داریم، یه رنگ ثانویه، یه رنگ مکمل و یه رنگ برای متنمون انتخاب می‌کنیم. خب من مثلا اینجا تو این صفحه تو مانیتور دومم یه چند تا رنگ رو از قبل کدای رنگیشون رو آماده کردم. اینا رو پیدا کنم، کد رنگش رو دارم و کپیش می‌کنم. این مثلا کد رنگ اولیه‌ای که من برای سایتم در نظر گرفتم. رنگ دومی که در نظر گرفتم برای سایتم یکم از این رنگ یکم کم رنگ تره. حالا ببینم اینجا دارمش براتون بیارم یا نه. امید هست که باشه. آره، این رنگ دومیه که من مشخص کردم برای سایتم. این رنگ دومه. یه رنگ متن مشخص کردم که رنگ متنم رنگ متن مشکیه، یعنی کلا رنگ متنم میخوام مشکی باشه. یه رنگ شدت یا همون رنگ مکمل هم هست که فعلا براش رنگ خاصی من در نظر نگرفتم نه، ولی میتونم مثلا یه رنگ خاکستری رنگ رو حالا در نظر بگیرم براش، بگم مثلا میخوام از این رنگ استفاده کنم. آره، این رنگ هم رنگ خوبیه. پس طیف رنگی سایتمون رو تو قدم اول انتخاب کردیم با استفاده از المنتور. خب حالا کافیه برگردیم و بروزستانی رو هم که زدیم بیایم فونت های سایتمون رو مشخص کنیم. خانواده فونت بازگشتیمون رو بذاریم هر فونتی که میخوایم انتخاب کنیم. مثال میزنم، اگر فونت سایتمون مثلا ایران یکان قرار هست باشه، پس ما باید اینجا ایران یکان رو تایپ کنیم. خب این از این. اینجا بیایم تو قسمت فونت های سیستم فونت های پیشفرزمون رو بذاریم همه رو روی پیشفرز و از این فونت های انگلیسی استفاده نکنیم، چون سایتمون قرار فارسی زبان باشه دیگه. اگه قرار فارسی زبان باشه فونت های انگلیسی مون اصلا به کارمون نمیان، پس نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. پس من اینجا فونت ها رو انتخاب میکنم و بروز رسانی میکنم. خب تا اینجا ما یه سری کارا رو الان انجام دادیم برای سایت. بیایم برگردیم این صفحه رو ببندیم و اینجا مشاهده برگه رو بزنیم. فونتمون چی بود؟ ایران یکان. پس میریم تو سفارشی سازی، علاوه بر این که تنظیمات سایتمون رو باید تغییر بدیم، اینجا تو قسمت تایپوگرافی باید فونت سایتمون رو هم بذاریم مثلا ایران یکان. کاملا این قضیه بستگی به شما داره. شما هر فونتی که دوست داشتین رو میتونید انتخاب بکنید. اصلا هر تغییری که دوست داشته باشین میتونید تو سایتتون بدین و این کاملا به دلخواه شماست. من مثلا دوست دارم فونتم انجمن باشه. پس برمیگردم تو ویرایش با المنتور تنظیمات سایت قسمت تایپوگرافی، اینجا فونت رو تغییر میدم فونت باز، ببخشید توی قسمت فونت های عمومی اینجا فونت رو تغییر میدم به انجمن، اینجوری هم نوشته میشه. حروف بزرگ و کوچیکش رو باید دقت بکنید.
که تو المنتور هم از این فونت استفاده بشه. خب مشاهده برگ، الان باید بریم سراغ چی؟ طراحی هدر سایتمون. پس میرم تو قسمت پیشخوان، تو قسمت پیشخوان قسمت تنظیمات قالب سازنده، اینجا میتونم افزودن رو بزنم و مثلا یه دونه هدر بسازم برای سایتم به نام هدر اصلی، انتشار و ویرایش با المنتور. داریم چی کار میکنیم؟ داریم یه هدر جدید برای سایتمون ایجاد میکنیم. اگر کار با المنتور، نصب قالب اهورا و کار با وردپرس و اینها رو نمیدونین، برگردین حتما و اون ویدیوی که تو ابتدای همین ویدیو به تو معرفی کردم رو ببینین تا بتونید کار کنید با این چیزایی که میخواین. خب بسیار خب، من هدر اصلیم رو یه بار به روز رسانی میکنم، نمایش رو میزنم ببینم چی ساختم اینجا و ویرایش با المنتور رو میزنم. الان من میتونم هدر اصلیم رو با استفاده از المنتور ویرایش بکنم. قبل از اون این گزینه تنظیمات کوچیک این گوشه رو میزنم، طرح بندی رو میذارم رو تمام عرض المنتور، یا میتونم کلن بذارمش روی تمام عرض المنتور میتونه باشه، روی کنواس هم میتونه باشه، یه بوم خالی که من میتونم هر تغییری میخوام توش بدم. حالا روی افزودن کلیک میکنم، باید مشخص کنم هدر سایتم میخوام چند تا در واقع ستون باشه. چند ستونه بودن هدر سایتم خیلی مهمه. من اینجا مثلا سه ستونه رو انتخاب میکنم، میگم این ور میخوام لوگوی سایتم باشه، پس اینجا از تو قسمت المنت ها میام لوگو رو اضافه میکنم، اینجا میگم میخوام یه منو داشته باشم، میتونم از بخش سازنده منوی اصلی رو مثلا اضافه کنم، یه دونه دکمه هم مثلا این ور باشه بد نیست، پس از اینجا میتونم گزینه دکمه رو پیدا کنم. دکمه رو توی المان های پایه ما داریم تو خود المنتور. آره خب من حالا کافیه اینا رو تغییر بدم. اولین کاری که انجام میدم چیه؟ بعد اینا بیان وسط دیگه، تو این ستونایی که هستن بیان وسط صفحه قرار بگیرم. پس رو ویرایش این ستونا میزنم، ترازبندی عمودیشون رو میذارم وسط. ببین منو میاد وسط قرار میگیره. دومین کاری که بعد انجام بدم چیه؟ اینه که این وسط این ستونا رو بگیرم و اون لوکیشنی که میخوام و دقیق براشون در نظر بگیرم. مثلا اینم منو و اینم دکمه. خب یکم تغییرات رو دکمه بدیم، منو و لوگومون که یه چیز کاملا ثابتیه، یا شما میتونید تغییرش بدین به هر لوگویی که دوست دارید. ولی اینجا من میخوام منو تغییر بدم، متن دکمه رو تغییر بدم، مثلا ورود به سیستم فرضاً، مهم نیست. اندازش رو میذاریم مثلا یکم بزرگ، نه رو میانه باشه خوبه. حالا تو قسمت استایل میتونم رنگ متنم رو انتخاب کنم که چه رنگی باشه، مثلا سفید، و رنگ خود دکمم چه رنگی باشه. ببین اینجا دیگه نمیام رنگ انتخاب بکنم، البته اینو من بک میزنم، پس زمینه منظورم بود، پس زمینم رو دیگه نمیام تو این قسمت شروع کنم پس زمینه دلخواه انتخاب کردن و برای هر کدوم هر بار رنگ انتخاب کنم. رو این گزینه میزنم سفارشی، رنگ اولیه رو میذارم برای این دکمه و تمام، و همین راحتی. پس میتونیم خیلی راحت رنگی که ما تو قسمت تنظیمات المنتور چند تا رنگ طیف رنگی مشخص کردیم و اینجا انتخاب بکنیم، دیگه نمیخواد خودمون رو درگیر کنیم به اینکه حالا رنگ چی بود و چی شد و اینا. مثلا من دوست دارم این دکمه‌ای که دارم رنگ اصلیش رنگ دوم باشه، رنگ متنش رنگ اولیه باشه، یا هر چیز دیگه. باز همینطور مثلا میتونیم سایه براش مشخص کنیم. من سایه‌ش رو در نظر میگیرم، البته اینجا دیگه نمیشه از اون رنگ ها انتخاب کرد، باید کد رنگ رو دوباره کپی کنم. این یکی از مشکلات المنتوره که امیدواریم حل بشه. آره من اینجا رنگ رو انتخاب میکنم به این شکل، بعد حالت افقی رو که نمیخوایم سایمون خیلی تغییر بکنه، تو عمودی مثلا 7 پیکسل بهش میدم، یکم محوش میکنم، یکم رنگش رو کم رنگ تر میکنم به این شکل. این شد دکمه هدرمون و هدری که برای سایتمون میخوایم طراحی بکنیم.
خب به روزستانی رو میزنم، مشاهده برگه، الان همه چیز اوکی، فقط منو نمایش داده نمیشه. خب کافیه بریم تو قسمت پیشخوان فهرست ها، اینجا منو انتخاب کنیم، مثلا منو اصلی جایگاهش رو میذارم منوی بالا، یه چند تا برگم اینجا انتخاب میکنم و اضافه میکنم اون بالا باشه حالا برای تست. خانه رو هم اضافه کنیم بد نیست، مثلا حساب کاربری منو حذف میکنم که زیاد منو شلوغ نشه. شما دیگه باید طبیعتاً منوی دلخواه خودتون بسته به حوزه فعالیت سایتتون رو انتخاب بکنید. الان سایتمون رو ببینیم، یه دونه منو اینجا که نه، تو قسمت نمایش هدر نمایش داده شد، تنظیمات قالب، سازنده، نمایش، تو هدری که ساختیم اینجا منو نمایش داده میشه. حالا چه کنیم که این هدری که ساختیم بیاد نمایش داده بشه اینجا جای هدر اصلی سایتم؟ خب کافیه وارد قسمت سفارشی سازی بشیم. تو قسمت سفارشی سازی گزینه سربرگ رو بزنیم، استفاده از هدر سفارشی، این هدر چسبان رو قبلش غیر فعال بکنم، استفاده از هدر سفارشی، اینجا هدری که ساختیم رو انتخاب میکنیم و انتشار. تمام، هدری که ساخته بودیم برای سایتمون شد هدری که الان اینجا بهمون نمایش داده میشه. بسیار خوب، حالا میریم سراغ بخشای بعدی. کاری فعلا به این نداریم که هدرمون چرا تو موبایل خوب نمایش داده نمیشه، آخر ویدیو سراغ اونم میریم. فعلا کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که صفحه اصلیمون رو طراحی بکنیم. خب من هدر رو ساختم، دیگه رو ویرایش با المنتور میزنم که بتونم صفحه اصلی متعرایی بکنم. کافیه مثلا اینجا یه دونه ردیف اضافه کنم، میخوام ردیف هم مثلا دو ستونه باشه. خب سمت اینور مثلا یه دونه عکس باشه، یه دونه تصویر میکشم میارم اینجا، عکسم هم انتخاب میکنم از کجا، اینجا تو سیستم هم از قبل عکسو دارم، مثلا این عکسو میکشم میارم در جرسانه، عکس اینجا نمایش داده شد. حالا کافیه اینجا یه دونه مثلا تو ستون اینوری یه دونه سربرگ بندازم بیارم، البته قبلا آورده بودم این سربرگ رو دیگه حذف میکنم. خب پرمتنی دوست داریم دیگه، انجام تراکنش های مالی شما به بهترین به امن‌ترین شکل ممکن. خب یه دونه متنم میارم اضافه میکنم، یه دونه باز از همون سربرگ میارم، تگشو میذارم رو پی، استایلش هم که طبیعتاً رنگ متنمون باید مثلا مشکی باشه. و اینجا تو قسمت تایپوگرافی هم میام وزن فونتمو کمتر میکنم، مثلا 300 تا، حالا هر متنی دوست داریم دیگه. ما میدونیم که میتونیم از لورم ایپسوم استفاده کنیم در چنین شرایطی، از لورم ایپسوم. خب من اینجا یه آدرسی رو اینجا تو مرورگرم وارد میکنم، loremipsum.ir. این یه وبسایتیه که ما میتونیم باهاش هر چقدر میخواییم متن تست برای تو طراحیمون استفاده کنیم. من از این استفاده میکنم، شما دوست داری میتونیم متن دلخواه خودتون اضافه کنیم. ارتفاع خط اون رو یکم بیشتر میکنیم از قسمت تایپوگرافی، طول متنمون خیلی زیاد شد کمترش میکنم. دوست دارم بالای این عنوان یه عنوان دیگه داشته باشم، پس اینو تکثیر میکنم، بالایی که قبلی بود و سایزش رو کوچیک‌تر میکنم و فایننس. خب یا مثلا چرا فایننس رو من اینجوری می‌نویسم؟ فایننس، فایننس. آها، خب با خدمات مالی اهورا. خب حالا کاری که بعد انجام بدیم چیه؟ مثلا بیام رنگ اینو تغییر بدم به رنگ مشکی، تایپوگرافیش هم یکم بزرگتر کنم، یه همچین حالتی میشه. خب حالا مشکلی که داریم چیه؟ همون مشکلی که تو هدر داشتیم، متنمون باید وسط باشه دیگه، نباید به بالا چسبیده باشه از پایین اینقدر فاصله. پس تراز عمودی رو میذارم رو وسط. همین کار رو برای تراز عمودی عکسم هم میکنم که یه موقع متن بزرگتر از اون شد عکسم بیاد وسط قرار بگیره، زشت خودش رو نشون نده. خب حالا میتونیم مثلا یه دکمه اضافه کنیم،
کافیه بیایم تو دکمه یه دونه دکمه اضافه کنیم، اندازش مثلا بزرگ باشه. همین حالا شروع کنیم. استایلش هم میتونم یه رنگ متن براش مشخص کنم که خودش سفیده، یه رنگ دکمه براش میذارم. یه سایه هم میتونیم به کادرمون بدیم، ضرر نداره. مثلا از همین رنگی که داره یه سایه بدیم بهش. میدونین که باید هارمونی رنگ ها هم رعایت کنین دیگه، تا جایی که میتونین رنگ های استفاده کنین تو سایتتون که یک شکل باشه، یک نواخت باشه تو سایتتون بهتره. بسیاری میتونیم مثلا انحنای مرز بهش بدیم و چیزای اینجوری که دیگه تو تنظیمات المنتور همه اینا رو داریم و میتونیم استفاده کنیم. بریم سراغ بخش بعدی. ما بخش اولمون رو ساختیم، حالا ما از اینجا به بعد دیگه راحت میتونیم کپی کنیم و پیست کنیم و تغییر بدیم. الان مثال میزنم، من اینجا یه دونه ردیف اضافه میکنم. تو این ردیفم میخوام یه دو تا عنوان بنویسم دیگه، نیازی نیست بشینم عنوانا رو طراحی کنم دیگه، میخوام سایتم یه دست بشه. خیلی راحت از این عنوان بالایی یه کپی میگیرم اینجا پیست میکنم، از این عنوانم یه دونه کپی میگیرم اینجا پیست میکنم. دیگه نیاز نیست بشینیم از اول اینا رو طراحی کنیم دیگه، یه بار انجام دادیم. فقط کافیه متنشون رو تغییر بدیم دیگه، مثلا چرا باید ما رو انتخاب کنید به این دلایل. حالا اینا یه مثلا یکم از اون بالایی کوچیک‌تر می‌کنم دیگه طبیعتاً، چون خیلی دیگه بزرگ میشه. همیشه هم دقت داشته باشین هر ردیفی که ایجاد می‌کنین، ردیف‌های اصلیتون یه فاصله‌ای داشته باشن نسبت به هم دیگه. من ردیف اصلیمو انتخاب می‌کنم، پیشرفته رو می‌زنم، حاشیه خارجی رو مثلا یه 60 پیکسل بهش حاشیه میدم، یا مثلا 70 پیکسل، هر چی بیشتر بهتر به نظر من، چون باعث میشه که بیشتر تفکیک بشه سایتتون بخشای مختلفش از هم دیگه. به نظر من هر چقدر فاصله بین بخشای سکشن اصلی سایتتون بدین خیلی خیلی بهتره برای سایتتون. فراموش نکنید که هر لحظه شما میتونید اینجا بگیرید این ستونا رو، عرضشون رو کم و زیاد کنید دیگه. مثلا من ترجیح میدم این عکس بزرگتر باشه. حالا یه ردیف دیگه اضافه میکنم و تو این ردیف جدیدم یه ستون اضافه میکنم و مثلا میخوام سه تا باکس داشته باشم، تو هر کدوم از این باکس ها یه چیزی رو به دلخواه بذارم. خب اهورا براتون ابزارک گذاشته اینجا، بچه ها زحمت کشیدن کلی المان اضافه کردن برای اهورا که میتونین باهاش به هر شکلی که میخواین طراحی کنین سایتتون رو. مثلا من یه دونه باکس آیکون اینجا اضافه میکنم، ببینین این شکلی میشه. شما میتونین باکس آیکون به شکل دیگه ای داشته باشین، حتما نیاز نیست از این باکس آیکون استفاده کنین. باکس آیکون های مختلفی رو قالب وردپرس اهورا هست که شما میتونین استفاده بکنید ازش و لزومی نداره. من چند تاشو میارم، حالا یکیشو انتخاب میکنین ببینین کدوم یکی بهتره استفاده بشه برای سایتمون. به نظرم این یکی خیلی خوبه، بیاین اینا رو حذف کنیم، این یکی رو حذف کنیم، همین یکی رو روش تغییرات دلخواهمون رو بدیم، بعد دوباره تغییر بدیم به اون شکلی که میخوایم. خب من اینجا تو این جعبه میام اول عنوان رو مشخص میکنم، امن و مطمئن. یه توضیحات باید بنویسم که لورم ایپسوم زحمتش رو میکشه. مرسی، آلارم من بود به صدا در اومد. خب اینو کپی میکنم اینجا و مثلا تو تایپوگرافیش هم میتونم تغییراتی اگه میخوام بدم، ولی کلن تایپوگرافیش اوکیه، به نظرم نیاز به تغییرات نداره. میریم تو آیکون، یه آیکون انتخاب میکنیم، مثلا سیف یا تراست یا ولت. آره ولت بودش، یا مثلا سکیور میتونه بهتر باشه. بانک نمیشه گفت امنه، ولی خب چه کنیم که اضافه میشه. خب بیایم یه رنگ انتخاب کنیم دیگه، ما نمیخوایم از این رنگای مختلف استفاده کنیم، میخوایم رنگایی که خودمون ساختیم رو انتخاب کنیم. پس من مثلا رنگ آیکون رو میذارم رنگ اولیه، میرم تو جعبه اینجا میتونم بیام مثلا یه دونه رنگ دوم بذارم
بعد این پایین رو بیام یه رنگ یکم تیره تر بذارم، یا نه میتونم اصلا رنگ اولیه بذارم، رنگ ثانویه‌ام رو یکم تغییر بدم. هر شکلی که میخوام، مثلا یکم نمیتونم به این سمت بره، به نظرم بد نیست. آره خب توضیحاتون رو بیان یکم طولانی تر بکنیم، مثلا تا لازم است فکر کنم بهتر باشه. آره و ما همین دیگه، الان ما میتونیم اینو راحت کپی کنیم اینجا، پیست کنیم اینجا، پیست کنیم، عنوانا رو تغییر بدیم و همین، به همین راحتی ما تونستیم هر چیزی که میخواییم و اضافه کنیم اینجا. خب تو آیکون بیام یه رنگ پس زمینه هم انتخاب کنیم، بد نیست مثلا یه رنگ پس زمینه اینجوری، بیاین آره این رنگ رو تغییر بدیم. حالا کپی میکنیم دیگه، نیاز نیست پیست کنیم، پیست استایل میاد استایل اون المنت رو برامون پیست میکنه اینجا. و تو قسمت حالا باید برای هر کدوم آیکون انتخاب کنیم طبیعتا، مثلا یه آیکون کارت انتخاب میکنم اینجا، مستر کارت، پرداخت سریع، باز اینجا عنوان رو تغییر میدیم به تراکنش های زیاد یا بالا. چقدر انتخاب این متنا منو درگیر میکنه. مثلا ساعتی انتخاب کنیم بد نیست. آره این امن و مطمئنه، نمیدونم این عکس قلکه من خوشم نیومد. سیف یا مثلا همون ولته باشه باز بهتره فکر میکنم. آره به این شکل ما میتونیم انتخاب کنیم و بسازیم و کپی کنیم و از اینجا به بعدش دیگه کپی کردن بخشای مختلفه، ولی باز خب طبیعیه که باید روش کار کنیم. ردیف رو انتخاب میکنم، از قسمت پیشرفته حاشیه خارجی این اتصال مقادیر رو بر میدارم، از پایین 70 پیکسل دیگه ناقابل بهش فاصله میدم به نسبت ردیف پایینی که میخوام اضافه کنم. حالا کار دیگه که باید انجام بدیم چیه؟ بیام یه بخش دیگه اضافه کنیم تو سایتمون. من یه دونه ردیف دیگه اضافه میکنم، دو ستونه. باز به نظرم بهترین کار اینه که اصلا این ستونه رو کلن کپی کنم، بیام اینجا پیست کنم، این ستونه رو حالا حذف میکنم. دقت کنیم من میرم رو این آیکون و تغییراتم رو میدم، خیلی باید حواستون باشه به اینکه من کجا کلیک میکنم. یه دونه عکس من اضافه میکنم اینجا به نظرم خوبه، یا نه میتونیم اصلا باکس آیکون اضافه کنیم، چه کاریه. آره میتونیم باکس آیکون اضافه کنیم، مثلا باکس آیکون این مدلی فکر کنم بد نباشه. آره بیام اضافه کنیم اینجا. خب امنیت بالا آیکون اون که انتخاب شده، چینشش رو میتونیم مشخص کنیم، فاصلش چقدر باشه و عنوانمون باز به چه شکلی باشه. رنگ پس زمینه رو میتونیم انتخاب کنیم، من مثلا این رنگ رو انتخاب میکنم. حالا میام برای عنوانم و آیکونم این رنگ رو انتخاب میکنم. تکثیر میره پایین، یه دونه آیکون دیگه انتخاب میکنم، یا اینجا دیگه جای امنیت بالا بنویسیم خدمات مالی امن، چه خدماتی ما ارائه میکنیم. آره امضای دیجیتال، تکثیرش میکنم پایین، یکی دیگه هم تکثیر کنیم یکم بیشتر بشه. اول آیکون خوشگلا رو من انتخاب میکنم، بعد عنوان دیگه. شما طبیعتا طبق سایت خودتون باید تصمیم بگیرین چی میخواین اینجا بنویسین. خرید امن بلیت، نمیدونم دارم از خودم در میارم. و مثلا گوگل و اپل و من خیلی لوگوشون رو دوست دارم، اینجا اضافه میکنم، اون اپل پیه بهتره، پرداخت اپل
خب حالا کافی اینجا رنگا رو دیگه یه کم رنگ بندی هم بهش بدیم دیگه، حالا خیلی رو رنگا حساس نشیم که نه حتما باید اون رنگی باشه که ما انتخاب کردیم. یه جاهای دیگه لازمه که یه چند تا رنگ بیاریم قاطی ماجرا کنیم یه کم قشنگتر و شیکتر بشه کارمون. آره مثلا من اینجا این رنگ سبز رو انتخاب میکنم، برای این رنگ قرمز رو انتخاب میکنم. ولی خب بیاین همون رنگ رو مثلا کپی کنین، دقیقاً عنوان و آیکونتون یه رنگ باشه، باز برای جعبتون هم همون رنگ رو بذارین، شفافیتش رو کم بکنین، خیلی شیکتر میشه تا اینکه چند تا رنگ مختلف و جای مختلف قرار بدیم. باز مثلا این رنگ آبی رو من انتخاب میکنم، آبی انتخاب کنم، بیاین مثلا زردش کنیم، به نظرم قشنگ میشه. آره این رنگ زرد رو انتخاب میکنم، کپی میکنم، تو عنوانم هم پیستش میکنم، تو جعبه هم پیست میکنم و شفافیتش رو کم میکنم. اینجوری خیلی کارا میشه کرد. میتونیم مثلا سایه بدیم به اینا، بیایم تو جعبه سایه به جعبمون بدیم. نگران بودم که نکنه بچه ها یادشون رفته سایه رو اضافه کنن به این المنت، که خدا رو شکر اضافه شده بود و چقدر خوب. آره یکم اینجا مثلا رنگمون رو کمتر میکنیم، ولی این 2016 آخر یادتون باشه. حالا میریم اینجا همین رنگ رو کپی میکنیم برای جعبه، برای سایش پیست میکنیم، یه دونه 16 من اضافه میکنم این آخر، کمه بیشترش میکنیم. اینجوری میشه. خب برای بالایی ما برای سایمون باید ببینیم محو شدگی و عمودی رو چقدر گذاشته بودیم. محو شدگی مثلا 30 تا من میذارم، عمودی رو 7 تا. دقیقا برای اینم این کار رو میکنم، ایناست که باعث میشه طرحمون شیک و جالب بشه. باز همین کار رو برای سایه این جعبه هم میکنم، عمودیمون 7 تا، محو شدگیمون 30 تا، یکم زیاده شفافیتش، کمترش میکنم. این سبز هم یکم احساس میکنم شفافیتش زیاد شد. خب باز این رنگ زرد کپیش میکنم، قسمت سایه جعبه پیست میکنم، شفافیتش رو کم میکنم، عمودیش 7 تا، محو شدگیشم 30 تا. ببینیم چقدر شیکتر شد با چند تا سایه اضافه کردن رو طرحمون، چقدر ما تونستیم به طرحمون جون بدیم. حالا کاری که باید انجام بدیم چیه؟ بریم سراغ قسمت بعدی. قبلش اینا رو تغییر بدیم، خدمات ما. خدمات بانکی نوین. ارائه شده توسط اهورا. ارائه شده توسط ما. من اینجا مثلا میسیم نمونه کارهای ما. یه همچی چیزی. خب. این همین حالا شروع کنیم. ما میخواییم وقتی کاری کنیم که وقتی روش کلیک کردیم اسکرول کنه بیاد اینجا. خیلی راحت میتونیم این کار انجام بدیم. کافیه من به یکی از این ردیف ها به هر کدوم دوست دارم انتخابشون کنم، از قسمت پیشرفته یه دونه شناسه CSS بدم. مثلا میگم start، این شناسه CSS هم درست. حالا میام رو این آیکون، رو این دکمه کلیک میکنم، تو قسمت محتواش پیوند میدم به چی؟ به هشتگ start، به روز ثانی. حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. من رو این که کلیک میکنم اسکرول میکنه میاد پایین به همین راحتی و به همین زیبایی. کار دیگه هم میتونیم انجام بدیم. مثلا بیاین اینجا باز یه دونه دیگه دو ستونه اضافه کنیم، دقیقا کپی همین، اصلا همینو تکثیر کنیم پایین. قبلش به این از قسمت پیشرفته از حاشیه خارجی یه فاصله از پایین بدیم، 60 تا بود میدادیم دیگه. آره به بالای 70 تا، 70 تا بدیم که فاصلش با اونا حفظ بشه، از پایین هم حفظ بشه. حالا اینو کپی کردیم پایین، دقیقا میام اینجوری جابجاش میکنم با این، یعنی یه دوتا ردیف کاملا برعکس هم دیگه ساختم. حالا کاری که میکنم اینه،
اینا رو کلا حذف کنم دیگه، قرار نیست همه رو کپی کنیم که. کپی کردیم که کارمون زودتر انجام بشه. اهورا خدمتی جدید و بهینه از اهورا، اهورا زرین کارت مثلا. خب اینجا هم که اوکیه، این دکمه رو دیگه حذفش میکنم دیگه، زیادی داریم دکمه میسازیم، یکی اینجا بود یکی اینجا، دیگه نباید که اینجا دکمه باشه. اینجا میام یه دونه لیست اضافه میکنم، لیست آیکون. خب اینو میارم اینجا. آها حالا میتونیم اینجا هر چیزی که میخوایم بنویسیم، مثلا مدیریت آسان فرایندها، آیکونش خوب بود، این دوتای پایینی رو حذف میکنم چون آیکون این خوبه، میخوام اینو کپی کنم پایین. بهینه سازی فرایندها همیشه و همه جا در دسترس. خب چیکار باید بکنیم؟ باید تو قسمت استایل آیکونمون که رنگش خوبه میتونیم تغییرش هم بدیم، بیاین رنگ آیکون رو مثلا اینجوری کنیم، رنگ متنمون رو تغییر بدیم به اون رنگ اولیه، یا اصلا تغییرش بدیم به رنگ مشکی، آیکونمون رو بکنیم رنگ اولیه‌مون، رنگ اصلیمون. اندازه آیکونمون رو مثلا میتونیم بزرگتر کنیم، چیدمانش چقدر باشه، کجا باشه، خیلی چیزا اینجوری هست که میتونیم انجام بدیم. تو قسمت طرح‌بندیمون همین گفتم، اگر آیکونمون یه گزینه داشته باشه که بتونیم دورش یه دایره چیزی بندازیم خوب میشه، ولی فعلا اوکی. بیاین یه دونه مثلا عکس کارتی چیزی هم اینور بندازیم. من اینجا فکر کنم دارم یه دونه قبلا ذخیره کردم و ببینم دارمش یا نه. کپی کنیم فایلو. فایلی که من اینجا دارم SVGه، خیلی جالبه. فایل SVG میدونین که چیه؟ اگر نمیدونین تو سایت قبلا در موردشون صحبت کردم، یه دونه مقاله هست تو سایت ببینید حتما. فایل SVG یه عکس خیلی با کیفیتیه که شما میتونین در قالب کدهای XML یا همون SVG به نوعی تو سایتتون قرار بدین و اون به صورت یه عکس یه فایل وکتور مانند نمایش داده بشه. کامل اونجا آموزشش هست. من برای اینکه SVG ما اینجا نمایش بدم کافیه HTML بیارم بندازم اینجا تو قسمت کداش، کد SVG که دارم رو پیست بکنم. ببین چقدر شیک این کدایی که من ساختم، نساختم البته، از یه جایی کپی کردم، نمیدونم یادم نیست. این کدایی هن که من میتونم استفاده شون بکنم و برام یه همچین چیزی رو نمایش بدیم به همین راحتی. خب آره اینم از این. ببینم میتونم عرضش رو 100% کنم. آره تو کدا عرض رو 100% کردم، شیکتر شد. این بهینه رو مخه خدمتی جدید از ابرا. من به شدت بدم میاد از شعار دادن. نمیدونم نظر شما در مورد این قضیه چیه، تو کامنت ها بنویسید. دیدین کانال یوتیوب میگم تو کامنت ها بنویسین که بیشتر کامنت بگیرن. حالا کامنت بدین چه اشکال داره. خب بریم یه دونه المنت دیگه هم اضافه کنیم، مثلا اطلاعیه. فکر کنم المنت خوبیه برای اینجا باکس اطلاعات یا اطلاعیه. ببینیم داریمش. نه یکم برای اینجا یکم خز بود. اطلاعیه، یه دونه المنت اطلاعیه داشتیم تو اهورا، تو نسخه اولیه اهورا موردیمش خیلی جا. اعلان، آها اعلان. آره اینا مثلا اینجا استفاده کنیم، رنگ متن دکمه رو بذاریم بنفش، رنگ پس زمینه جعبمون رو بذاریم بنفش کم رنگ. ببین با دو تا رنگ داریم چه طرحهایی میزنیم، چه کارهایی که نمی کنیم به همین راحتی. عنوانمون هم تغییر میدیم،
برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه ایمیلی ما، یا نه خبرنامه ایمیلی چیه، بیان یه کال تو اکشن بدیم، مثلا بگیم کاربر بیاد از خدماتمون استفاده کنه دیگه. همین حالا با مشاوران ما در ارتباط باشید برای دریافت خدمات مالی اهورا. همین حالا با مشاوران ما در ارتباط باشید. خب دکمه مثلا لینک میشه به یه صفحه خیلی خوب، اینم ارتباط با ما یا تکمیل فرم مشاوره. بسیار عالی، ما الان یه صفحه ساختیم با استفاده از قالب وردپرس اهورا و المنتور. رو این صفحه همون صفحه که بدون نیاز به یه خط کد نویسی غیر از اینجا، اینجا یک کم کد نویسی بود، البته اونم کپی کردیم، تونستیم طراحی بکنیم. خب میدونید که اینجا میشه لینک گذاشت دیگه. من تا اینجا مشاهده برگه رو میزنم ببینیم چی ساختیم. ما الان یه همچین برگه ای ساختیم تو سایتمون. یه مشکلی الان داریم، من احساسش میکنم، نمیدونم شما این مشکل رو احساس کردین یا نه، یه جایی تو سایتمون کادر بندی خاصی نداریم. یعنی ببین اینا رو ساختیم ولی هیچ کادر بندی خاصی نداریم، این بخش از این بخش ها جدا نیست. برای اینکه حلش کنیم میایم با ویرایش با المنتور رو میزنیم. من اینجا تو قسمت ویرایش با المنتور یکی از این ردیف ها رو انتخاب میکنم، مثلا این که وسطه. تو قسمت استایل پس زمینه یه رنگ پس زمینه براش انتخاب میکنم. این رنگ پس زمینه میتونه خوب باشه به نظرم. آره تو قسمت پیش رفتم یه فاصله داخلی میدیم، از بالا مثلا 40 پیکسل، از پایینم 40 پیکسل، نه 50 پیکسل، از پایینم 50 پیکسل. اصلا خصاصت به خرج ندین تو این قضیه، هر چقدر دوست دارین فاصله بدین، خیلی سایتتون قابل استفاده تر میشه. اینجا من برای این رنگ، برای اینکه با پس زمینه یکی نشه، یه رنگ دیگه انتخاب میکنم، مثلا رنگ آبی میتونه خوب باشه. باز برای عنوانمونم همینطور، برای جعبمون دیگه این رنگ رو کم رنگ کنم. البته باز با بنفشه تداخل داره، به نظرم بهتر اصلا یه رنگ دیگه باشه. ببین چه رنگ دیگه میتونیم استفاده کنیم، قرمز که نه، زردم نه، سبزم نه، بنفشم نه، مثلا رنگ که واقعا غیر صورتی، رنگ دیگه تو ذهنم نیومد. میدونم رنگ جالبی نمیشه ولی استفادهش میکنیم. او نه اصلا خوب نشد. یه رنگ آبی پررنگتر رو بیان انتخاب کنیم. بچه اگه ویدیو خستتون میکنه چون طولانی شد، پیشنهاد میکنم که بذارید رو 2x سرعت ویدیو رو تو یوتیوب یا تو سایت بذارید رو 2x که بتونید خیلی زودتر ببینین و اذیتتون نکنه طولانی شدن ویدیومون. آره این رنگ بهتر شد. حالا همین رنگ رو من کپی میکنم، برای سایمون استفادهش میکنم به همین راحتی. سبزمونم خودش با بک‌گراندش خوب دست در نیومد، بهتره بریم تو جعبه رنگ سبز جعبمون اینجوری مثلا از خود سبز باشه، نه یه سبز دیگه، چون اگه حواستون بود یه سبز دیگر رو رفتیم انتخاب کردیم. بسیار خوب، به روز رسانی. پرداخت اپلم میدونم دیده نمیشه، شما خودتون یه رنگ دیگه بذارید. خب مشاهده برگه، این الان یکم بهتر شد. ببین یه جایی از اینجا به بعد گفت خب این یه بخش جداست، این یه بخش جدا، یکم به کاربر فهموند که واقعا یکم از یه متفاوته از اینجا به بعد و اینا ردیف های جداگونه ایه. خب بریم فوترمون هم بسازیم. قبل از هر چیز میرم تو سفارشی سازی. تو سفارشی سازی اول از همه باید اون رنگ بنفشی که داشتم و رنگ بنفش سازبانیه رو تو قسمت لوگو استایل به عنوان رنگ اصلی قالب در نظر بگیرم. تا اینجا این رنگ ها تغییر بکنم. میتونیم با استفاده از المنتور هم فوترمون رو تغییر بدیم، ولی با توجه به اینکه فوترمون با بخش سفارشی سازی مدیریت میشه، به نظرم نیازی به ساخت فوتر با المنتور نیست. بازم تصمیمش با شما. دوست داشتین از قسمت سازنده یه دونه
فوتر بسازین همونجوری که هدر ساختیم، بیاین تو فوتر از اینجا انتخابش بکنین. من میگم اوکیه، نیازی به این کار نیست. خب در نتیجه من اینجا چند تا ابزارک اضافه میکنم فقط تو فوتر. پس اینجا ابزارک ها رو میزنم. معمولا سایت های مثلا مشاوره مالی چی دارن این پایین؟ کلی لینک دارن دیگه، لینک های مختلف به جاهای مختلف. خب پس من هم این کار رو میکنم، میام اول یه دونه فهرست اضافه میکنم، ولی قبلش باید برم تو قسمت فهرست ها، ایجاد فهرست جدید، فوتر یک، چند تا دونه آیتم اضافه میکنم. آیتم ها رو من به صورت پیوند دلخواه اضافه میکنم با هشتگ که به جای خاصی لینک نشه. مثلا مشتریان ما، همکاران ما، درباره ما، تماس با ما. خوبه دیگه، چهار تا فکر کنم آره خوب باشه. خب برمیگردیم یه فرست جدید میسازم، فوتر دو. شرایط استفاده، قوانین مالی، قانون ماده مثلا 100 نمیدونم، قوانین پولشویی، جاشون چرا برعکس شد، 4 تا. خوبه، انتشار رو میزنم، برمیگردم تو ابزارک ها، تو فوتر، اینجا یه دونه فهرست اضافه میکنم، فهرست راهبری اسمش، آره، لینک های مفید. میام فوتر دو رو انتخاب میکنم براش، یه فهرست راهبری دیگه هم اضافه میکنم، عنوانش رو میذارم صفحات مثل منابع ما مثلا. خب یه دونه شبکه های اجتماعی اضافه میکنم، مثلا شبکه اجتماعی 3 اهورا، ببینیم چطوره. در شبکه های اجتماعی یه دونه اینستاگرام میذارم که خیلی زیاد استفاده میشه، یه تلگرام، یه دونه یوتیوب. میدونین که جای این هشتگایی که من میذارم، هر جا من کلا امروز تو این آموزش هشتگ گذاشتم، شما میتونید جاش لینک بذارین دیگه، طبیعتا اینو میدونید و نیازی به تکرارش نیست. آره من دو تا شبکه اجتماعی اضافه کردم، کافیه که طول این زیاد نشه. بیا تلگرام رو بکنیم اینستاگرام. و کار دیگه که بعد انجام بدیم چیست؟ یه دونه ابزاره که دیگه هم تو فوترمون بذاریم، مثلا درباره ما، که طبیعتاً باید همون عنوانش باشه، درباره ما، متنش هم از لورم ایپسوم کپی کنیم دیگه، طولانی شد، تا مثلا می باشد. خوبه به این شکل. آره همین دیگه، میبندیم این صفحه رو. میتونستیم مثلا آخرین اخبار ما رو هم بذاریم، ولی لزومی نداره. اگه دوست داشته باشیم میتونیم بذارین، میخواین اخبار ما رو هم بذاریم، ولی الان تو این سایت مقاله‌ای منتشر نشده. شما دوست داشته باشیم میتونیم ویرایش با المنت رو بزنین، المنت تو قسمت المنت های اهورا، هر المنتی دوست دارین اینجا کلی المنت داریم، هر المنت دیگه ای دوست داشتین اصلا میتونین اضافه کنین، صرفا این نیست، ولی مثلا اسلایدر پست میتونه برای اینجا خوب باشه. تمام. خب دیدیم که چطور میشه با قالب وردپرس اهورا و المنتور سایت دلخواه خودمون رو طراحی بکنیم. هر طرحی که شما بخواید رو میتونیم پیاده بکنیم، فقط مهم اینه که اصول و اسلوب اصلی کار رو یاد بگیریم. به همین راحتی با استفاده از
توانایی وردپرس میتونید هر صفحه رو برای سایت خودتون طراحی بکنید. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. سابسکرایب رو که میدونم فراموش نمیکنین، چون ویدیوهای بعدی ما رو براتون تو صفحه هومپیج یوتیوبتون نمایش میده. لایک بکنین ویدیو رو که هم ویدیوهای بیشتری از ما، هم ویدیوهای مرتبط با طراحی و مدیریت سایت کلا از کانالای دیگه، از چنل بقیه دوستانی که تو این حوزه دارن کار میکنن بهتون نمایش بده یوتیوب. و الگوریتمای یوتیوب و گوگل رو میدونین دیگه، هر چقدر به یه موضوعی علاقه بیشتری داشته باشین لایکش بکنین، بیشتر در مورد اون موضوع بهتون محتوای خوب رو نشون میده، محتوای مرتبط رو نشون میده. کامنت هم بذارین، حتما بگید نظرتون در مورد این ویدیو چی بود، ادامه بدیم این سبک از ویدیو رو یا نه، یعنی به صورت لایو وقتی دارم طراحی یه سایتی انجام میدم براتون ویدیو بذارم یا نه. شاد و پیروز باشید و روزتون بخیر.